خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. گردانهای اپوزیسیون سوریه در ناحیه قلمون در حومه دمشق حمله زمینی نظامیان اسد و حزب الشیطان را که از 3 محور قصد حمله به شهر یبرود را داشتند در هم کوبیدند. انقلابیون سوری در این عملیات حداقل 150 تن از نظامیان اسد و حزب الشیطان را از پای درآوردند و چند تانک و زرهی آنها را منهدم کردند. این در حالی است که بمباران و گلوله باران شدید شهر یبرود و روستاها و مناطق مختلف قلمون توسط نظامیان اسد به شدت ادامه دارد که باعث کوچ دست جمعی هزاران خانواده سوری شده است. کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت بحرانی انسانی در این منطقه هشدار داد. ستاد مشترک فرماندهی کل ارتش آزادی سوریه اعلام کرد به منظور بازسازی و سازمان رزم جدید ارتش آزادی و پیشبرد موفقیت آمیز عملیات در شرایط کنونی، سرتیب عبدالله بشیر را به عنوان فرمانده ستاد مشترک ارتش آزادی به جای سرلشکر سلیم ادریس انتخاب کرده است. سرتیب عبدالله بشیر فرمانده شورای نظامی قنیطره و عضو ستاد مشترک ارتش آزادی و از فرماندهان فعال در صحنه سوریه است و تاکنون 2 فرزندش در مبارزه با رژیم دیکتاتور سوریه به شهادت رسیدند. ائتلاف ملی سوریه در بیانیه‌ای با تقدیر از خدمات ژنرال سلیم ادریس از سازماندهی جدید ارتش آزادی سوریه استقبال کرد و آن را گامی مؤثر در تحقق اهداف انقلاب مردم سوریه دانست که تعادل موجود را تغییر خواهد داد. احمد جربار رئیس ائتلاف ملی سوریه به همراه تنی چند از فرماندهان ارتش آزادی و گردانهای اپوزیسیون سوریه از خط مقدم نبرد در استان ادلب و شهرهای مرت و نومان و جبل و زاویه دیدار کرد. وی در دیدار با رزمندگان گفت به زودی مناطق زیادی از خاک سوریه با اراده گردانها و انقلابیون سوری آزاد خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد مانع‌تراشی‌های رژیم اسد باعث شکست مذاکرات ژنو 2 شد. وی گفت اپوزیسیون سوریه از خود شجاعت نشان داد. آنها نقشه مسیر تشکیل یک دولت انتقالی را ارائه دادند و ما به خاطر این برخورد مسئولانه آنها را تحسین می‌کنیم. اما در نقطه مقابل رژیم اسد مانع‌تراشی کرد و بر حملات بی‌رحمانه خود به شهروندان با بشکه های انفجاری افسود. سناتور مک‌کین در مصاحبه با CNN گفت بیعملی ما در سوریه شرم‌آور بوده و باید ارتش آزادی سوریه را تجهیز و تسلیح کرد و منطقه آزاد شده ایجاد نمود. وی افسود من اذعان می‌کنم که سیاست ما در قبال سوریه یک شکست مفتضح و شکست شرم‌آور بوده است. باید ارتش آزاد سوریه را تقویت کرد و یک منطقه آزاد شده ایجاد کرد. باید بشار اسد را وادار کرد که پرتاب بمب‌های بشکه‌ای که مردم را بی‌حساب می‌کشد متوقف کند. بی‌عملی شرم‌آور است. این وضعیت شرم‌آور است. با 2 خبر از سایر نقاط جهان اخبار این ساعت را به پایان میبریم. در یک منطقه ساحلی صحرای سینا واقع در مرز مصر و اسرائیل بمبی در اتوبوس حامل 30 گردشگر خارجی منفجر شد. بر اساس آخرین خبرها دست کم 3 گردشگر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویتر انفجار هنگام عبور اتوبوس از گذرگاه تابا در مرز اسرائیل به سمت مصر رخ داد. به گفته منابع مطلع از زمان برکناری محمد مرسی گروه های بنیادگرای طرفدار او بر ابعاد خشونت ها افزودند. ماتو رنزی رهبر حزب دموکرات ایتالیا مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور شد. جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهور ایتالیا روز دوشنبه و پس از یک گفتگوی طولانی غیرعلنی با وی به طور رسمی این سیاستمدار جوان را مأمور تشکیل دولت کرد. رنزی 39 ساله 65مین و جوانترین نخست وزیر ایتالیا محسوب خواهد شد. وی تاکنون شهردار فلورانس بوده است.